سلام، طرز تهیه کیک یزدی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود می باشد. برای تهیه کیک یزدی تخم مرغ و ماست رو باید بیرون از یخچال قرار بدیم تا به دمای محیط برسه که من این کارو کردم. یه ظرف مناسب رو انتخاب می کنیم. شکر و روغن رو با هم مخلوط میکنیم و با همزن دور تند به مدت 3 دقیقه این مخلوط روغن و شکر رو هم میزنیم. بعد از 3 دقیقه هم زدن شکر و روغن، تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم و تا دونه دونه این کار رو بکنیم بهتر. بعد از اینکه تخم مرغ ها حل شد توی شکر و روغن، حالا ماست داریم. ماست رو کم کم به این مواد اضافه می کنیم و با همزن هم می زنیم. بعد از اینکه دیگه مواد صاف و یک دست شدن، میذاریم کنار. آرد داریم، بیکینگ پود داریم که بهش اضافه میکنیم، همینطور پودر هل داریم که اون رو هم بهش اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم به این شکل. و حالا این مخلوط آرد رو علکش میکنیم. اگر خواستین میتونین به جای پودر هل از وانیل هم استفاده کنین. من یه کوچولو هم از این وانیل بهش میزنم. حالا دیگه این آرد ما آماده است که به این مخلوط تخم مرغ اضافهش کنیم. دیگه از این مرحله به بعد احتیاجی به مخلوط کن نیست، فقط با لیسک این کارو میکنیم. کم کم آرد میریزیم و شروع میکنیم در یه جهت هم زدن تا تمام آرد رو به مخلوط تخم مرغ اضافه کنیم. با همزن دستی هم میشه این کار رو کرد. به همین شکل ادامه میدیم تا همه آرد رو به این مخلوط اضافه کن. بعد از اینکه همه آرد رو به مخلوط تخم مرغ اضافه کردیم، خمیری به این صورت به دست میاد که شل هستش و دیگه الان آماده است که بره توی قالب. از این کپسول های مال کیک یزدی یا مافین توی یه قالب قرار بدین و به اندازه 2/3 این کپسول ها رو از این مواد بریزین توی این کپسول ها. این صورت و نوک یه دونه چاقو رو با کمی روغن آغشته کنین و یه دونه علامت به علاوه روی این کیکاتون ایجاد کنین و یه مقداری از این کنجد روی این کیک ها بریزید و فر رو هم با دمای 210 یا 220 روشن کنید. بعد از اینکه یک روب گذشت و کاملا گرم شد فر و کیک ها هم آماده شدن، توی فر به مدت 15 تا 20 دقیقه قرار بدید. دوست عزیزم، کیک یزدی آماده شده که الان به شما یه دونش هم نشون میدم که کاملا وسطش ترده و خمیر نشده.
این از وسط کیکای یزدی ماست که امیدوارم شما هم درست کنید و همراه با یک چای داغ میل کنید. شیرین کام باشید.